خب دانیال هم بیرم. دانیال سلام، این این ماهی کس خود است. سلام دانیال. دانیال هستی؟ کس خود رو میکردی نه ماهی تو رو نمیگم، دانیال ماهی رو میگم. من نظر شخصی میتونم، نظر شخصی من این میکنم. درود بر همه تو. اون دکتره که اسم دنبال اسمش بودی تو دوازاده است. دوازاده است. آرمین عجب کاپیتالیستی هستی تو بابا، اون قرم گرونه رو نگه داشتی عواری هم ماچش میکنه بکنم ها. چون گرونه ها. من سه تا قرآن دارم، یکیش از عمد خریدم برای پاره کردم. صدامو نکو داره دنیا. ارزونه رو پاره میکنی دارم زرنگ کاپیتالیست. یه چیزی هم بگم، شما قرآن میخرید برای پارایاتیش زدن همه شو. من قرآن نمیخرم که من میرم تو مسجد عربا میدوزم. قرآن رنگی تو بیار بالا. قرآن رنگی تو بیار بالا. این قرآن رو، این قرآن رنگین کمونیه. خب این رنگین کمانی چون دیدی یه دونه ویدئوی نقدی بود درست کرده بودن برای ما، گفته بودن که این بر اساس اون موضوعی اومدن اینو جدا کردن و رنگین کمانی این توش چیزی نوشته تحت عنوان این که به رنگین کمانی ها ربط داره یا نه، اصلا دلیل نه 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 قرآن رو ذکر کرده. اینا رو نه نه نه، اینا کسی که اینا درست کرده اصلا فکر LGBT اینا نبوده، فکر اینجا اینا فقط ما اینجوری بهش نگاه میکنیم. اینا فکر کردن خب رنگین کمان قشنگه، ما بیایم اینو رنگین کمانی درست بکنیم، ما اینو میخریم به خاطر اینکه ما بعد قرآن ما رنگی کمانیشون ما برداشته به نظیر اینه که این LGBT، این قرآن LGBT. آره هدفشون چیز دیگه ای بوده، اما اوتومات به سود ما کار کرده. دقیقا بابا شما اشتباه میکنید، بابا پولتون رو برای این چیز هدر میدید. این قرآن برید توی مرکز فرهنگی عربستان همش نوشته هدیه خادم الحرمین شریفین، نه همش هدیه که خادم الحرمین شریفین داده که شما بری اونو اونجا ورداری بیای بیرون. یه طرف من خاطره دارم، خیلی عذر میخوام ببخشید البته لفظش رینم تو قرآن یه سری از اونجا برداشته بودم قرآن. من پول برای چیزا نمیدم که میرم مرکز عربی فرنگی عربستان مرکز فرنگی. قرآن پاره کردم هنوز از بقرم. ببین من برای همین من بعضی از موقع میگم میرم تو ایران مثلا قرآن آتیش میزنن، همه قرآن رو برداشتن رو همش دارن مثلا بنزین میریزن همش با هم آتیش میزنن. من میگم من یه قرآن خریدم، کلی این مدت تمام ویدیوهای درست کردم در باره قرآن پاره کردن، هنوز بقره رو هم تموم نکردم. خب یعنی کلی صرفه جویی کردم. حالا از این بحث گوشخاره من یاد جوک لوری افتادم، از همشهریای لورم براتون تعریف کنم. این آقا اینا که میگن بعد گوشخاری بعد و فلان، یه سری یه لوره رو میگیرم به جرم تجاوز میبرم پیش قاضی، بعد قاضی بهش میگه خب چرا به دختر کت خدا تجاوز کرده؟ میگه شاو بود، لب آو بود، مهتاو بود، تو بودی نمیکردی؟ قاضی میگه نه. برای گیت بخه حالا استیک باشه چنانش می ناب باشه. حالا تجاوز شما بودی؟ جان؟ تجاوز جوکه دیگه. بابا میگه شاو بود، لب آب بود، مهتاب بود، تو بودی نمی کردی؟ میگه نه. میگه برو گیت بخه. حالا بیا جوک عوض بکنیم، این مقدار داوطلبی بود، تجاوزی نبود. حالا یاد حالا این دوستان گیاهخوارمون، حالا استیک باشه کنارش لبه چی میگن می نابم باشه، موزیک هم باشه، تو باشی نمیخوری؟ میخوری دیگه بابا، اذیتمون نکن. حالا افتادی دنبال حقوق گاوا، حقوق آدم ها رعایت میشه که حالا حقوق آدم ها رو اول رعایت کنیم بعد برسیم گاوا. نازنین نه ببینید نه باید دست کم ببینید گیاهخوارا، حتی اگه من مثلا استدلالشون رو قبول ندارم باید جدیشون گرفت. خب جدی گرفتن جای خودش داره. نه از از اخلاقی بالاخره اینا هدف خوبی دارن و اگه حرفشون درست باشه، بالاخره اگه حرف ما اشتباه باشه و حرف اونا درست باشه، یه این فاجعه است این کاری که ما داریم با حیوانات انجام میدیم. این ازم چه؟ یعنی از از مقدار زجر. شما هم تو صحبت شما بر مبدا حرف گذاشتی بر اگر حرفشون درست باشه. ببین ما باید قبول کنیم که ببین ما خواهناخواه انسان ما از شکار شروع کردیم دیگه، از شکار بقیه جانورا شروع کردیم، درست یا نه؟ یعنی حق حیات رو برای دیگران قائل شدیم که بتونیم خودمون به حیات ادامه بدیم، درست یا نه؟
درسته، ولی اینجوری خب این مغلطه توسل به طبیعته. شما دارین میگین چیزی که چون تو طبیعت بوده برای همین درسته، چیزی تو طبیعت بوده که این خب خلاف طبیعت خواهیم زندگی کنیم، باید چی بخوریم؟ باید سنگ بخوریم؟ آقا من خلاف ما الان داریم نه پلاستیک نه ببین هر چیزی که طبیعیه حتما بهتر نیست، ما الان به خلاف طبیعت داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی اونجوری که خلاف طبیعت ما نه ما چرا خلاف طبیعت داریم صحبت نه ببین ما سوار هواپیما میشیم، ما بالاخره داریم از موبایل و اینترنت و... یعنی ما زندگی که داریم میکنیم که ما اگه قرار بود که بیام نگاه بکنیم که طبیعت از لحاظ فرگشتی بر خلاف تکنولوژی بر خلاف طبیعت نیست که تکنولوژی بر اساس طبیعت بنا شده. نه ببین وقتی کسی میگه به نظر من نه. خب ببین نه ببین وقتی که مردم میگن که تو طبیعت ما مثلا شکارچی بودیم و اینجور چیزا، موضوع بحثشون اینه که انگار جوری که از لحاظ فرگشتی ما مثلا فرگشت کردیم، چون میخوام نگم تکامل پیدا کردیم، فرگشت پیدا کردیم، باید همون جوری زندگی بکنیم. خب من میگم که اگه استدلال اینه، خب پس ما هممون باید بریم قارنشین بشیم یا تو جنگل و تو دشت و اینا زندگی کنیم، یعنی حرف چرتیه. خب یعنی ما نه. خیلی قابلیت زندگی برتری داریم نسبت به اون چیزی که از لحاظ طبیعت برای ما تعیین کرده بود از لحاظ فرگشتی. خب برای ما نمیتونیم بگیم که ها چون ما شکارچی بودیم برای همین باید همینجوری گوشت خوار بمونیم. بله ها اوکی هیچ با شما نبودم، با شما ببخشید عذر میخوام. خیلی من دلایلم یه چیز دیگه است. من نه دلایلم اینه که ما شکارچی بودیم برای همین باید گوشخوار بمونیم، من نه دلیلم این هست که چون از لحاظ سلامتی گوش برای ما مفیده برای همین باید گوشخوار بمونیم، هیچ کدوم از این دلایل رو قبول ندارم. از همه این استدلال ها به نظر من گیاهخوارا منطقشون قوی تر از ماست. خب یعنی تنها چیزی رو که من فکر می‌کنم گیاهخوارا اشتباه می‌کنن همین دو تا موضوعه. یکی این که خویشتن آگاهی حیوانات رو در نظر نمیگیرن، یکی هم از لحاظ فعالیت هایی که دارن میکنن به جای اینکه برن قانون عوض بکنن که زجر حیوانات توی این مزرعه ها کمتر بشه و نحوه کشتنشون بهتر بشه، به جای که اونجا فعالیتشون بکنن افتادن به دنبال گوشخارا. از این دو لحاظ براشون مخالفم، ولی بقیه کسایی که گوشخارن معمولا که گیری که به گیاهخوارا میدن به نظر من منطق گیاهخوارا نسبت به اونها معمولا قوی تره. بابا هیچ منطقی قوی تر از بوی استیک نیست، هیچ منطقی قوی تر از جیگر گوسفند نیست که داغ داغ در بیاری کباب کنی بهش بزنی با 100 گرم ودکا. اوه یعنی من جیگر گوسفند خام خوردم. خام جیگر گوسفند خام خوردم. آره پس چی خام هیچ فرقی نداره. خب ببینید اگه استدلال اینه دانیل تو هم اگه مثلا یه مقدار اگه برگشتی موقعی که بردهداری که بود، خب تو مثلا زندگی رفاهی رو که داشتی به خاطر اینکه بردههایی که داشتی، خب و مثلا بله. مثلا یه برده جنسی هم داشتی که مثلا بگیم بسیار زیبا بود، خب برای من بیام پیشنهاد بکنیم که مثلا بردهداری بده، بعد تو بیا بگی نگاه کن مگه میشه مثلا ما ببین مثلا برده من جنسی من نگاه کن چقدر خوشگله، اصلا مثلا بیا نگاه کن فلانش و اینش و اونش و فلان این چیز، حالا نگو اینجا. خب تو اصلا بله. یه نگاه بکنی به این میتونی بگی که مثلا بردهداری پس خوبه. میدونی از امشه یعنی اگه بخوای از این استدلال استفاده کنیم، خب کسایی هم که مثلا بردهداری رو یه زمانی قبول داشته نسبت ما چون برایش لذت خاصی داشته، لذتی که داشته و وقت توجیه میکنه مثلا این همه ظلم و جنایت رو. همین الان نشم با اینجوری منطقی که شما میگی، من شو غلطه حرفایی که من میزنم زیاد جدی نگی، نام شوخیه من زیاد جدی نگی حرف من. نه از اون عکس پروفایلت دقیقا جدی نمیگیریم، تو خیالت راحت باشه. زیاد حرف من جدی نگی، من بس منطقی آدمی که بخواد بی منطق باشه همیشه بی منطقه. نظر من اینه که البته ببین این قوانینی که شما داری میگی شامل انسان ها میشه، انسان ها بردهداری شامل انسان ها میشه، شامل به قول شما گفتن حیوانات. شما میگی حیوانات من دارم استاندارد یکی نیست. ببین من دارم... نه ببین من اسمن مقایسه کامل من باش من شما من با استدلالات کاملا موافقم، استدلالی که شما داری میگی کاملا موافقم. چطور میکنیم ما با هم زنگ زدیم سال نو از دیشب الان از سردرد ودکای دیشب الان از خواب بلند شدم. به هر حال برات سال نو خوبی آرزو میکنم هر جا که هستید موفق باشید. استیک های پروار خوب عالی، کتلت های مادر بزرگتون یادتون نره که گوشت گاو توش.
محبب باشید. ممنون دنیل جان، فعلا فعلا خدا قربانتون. خب لینک دیگه نذارین که ما بتونیم بریم. آره نه، من لینک دیسکورد رو گذاشتم که دیسکورد که دوستان بیان اضافه برین همتون. ممنون بابک جان، برین همتون دیسکورد اونجا فعال باشین، اونجا که جمع خیلی گرم و داغ و اینا بحث و اینا زیاد میشه، برید اونجا حتما. کلاب هاوس هم یه موقع میایم، کلاب هاوس هم لینکش هست تو دیسکریپشن. قاسم چی میخوای بگی؟ چیزی میخوای بگی؟ خسته نباشی، مرسی. فقط یه پیشنهاد داشتم، میخواید یه کاری کنیم مثلا برنامه گفتگو با آرمین رو کلا تو دیسکورد بذاریم، نظرت چیه؟ ما گفتگو با آرمین که دیگه نداریم، با همچین برنامه‌ای نداریم که، کلا کنسل میشه این برنامه. نه گفتگو با بی خدایا داریم، عوض شده همون اسمش، حالا آرمین یا بی خدایا. من میخوام من یه جوری عجیب غریب مثلا میشه که همه میگن که مثلا آرمین بیا، مگه بقیه نیستن؟ میدونی لازم میشه، یعنی یه مقدار انگار که مثلا تا من نباشم نمیشه، میدونی؟ به مقدار دوست ندارم انقدر مثلا دور بر برنامه ها در برای آره عنوان فردی نداریم حالا اینجا اونجا. آره. اما نه اون برنامه تو قاسم داشتی میگفتی که این برنامه گفتگو با بی خدایان رو چیکارش کنیم؟ این سه جلسه برنامه که تو هفته داریم و مثلا باید توش گفتگو نذاریم، برنامه رو اختصاص بدیم به موضوعی که حالا خودش میخواد آرمین. یه وقتای آرمین مثلا ماهی یه بار بیاد توی دیسکورد مثلا به عنوان گفتگو با بی خدایان، آرمین خودش هم باشه. نه حالا من بهت میگم چیکار میگم. نه ما اولا که برنامه اینو بگم، برنامه گفتگو با بی خدایان قرار بر این شده که هر زمانی که ما در گفتاور مهمانی نداشته باشیم یا مشکل به حساب، چون میخوایم مهمانا رو خیلی محدودشون داریم میکنیم، خب نداشته باشیم، به جای اون برنامه شنبه ها ما برنامه گفتگو با بی خدایان داشته باشیم. یعنی اگر مثلا هفته بعد مهمان ما به هر دلیل مشکل خورد یا اصلا نداشته باشیم این مهمانو، و این برنامه رو خواهیم داشت. خب یعنی فعلا رو شنبه هاست و ترجیح هم اینه گفتگو با بی خدایان رو در یوتیوب و در کلاب هاوس با هم دیگه داشته باشیم. یعنی اگر تو کلاب هاوس، یعنی اون زمانی که برنامه اینجا داریم در کلاب هاوس هم ببریم، که آرمین هم در کلاب هاوس هم باشه، دوستان از کلاب هاوس هم بالا بیاریم، نظرات همه رو داشته باشیم. این کار رو میخواییم بکنیم قاسم. خیلی عالی. تو دیسکورد محیطیه که خودمونی، دوستان مختلف، دوستان بیان نظرات خودشونو بدن، صحبتای خودشونو بکنن، حالا میتونن شاید طرح موضوع بکنن برای هفته بعد یا زمان بعدی که با آرمین برنامه داریم، مثلا میشه بیاد ادامه این گفتگو انجام بشه. نظر چی آرمین؟ من که تو مدیریت بکن، من هر چی تو بگی قبول. آره. فقط اینجا یه زحمتی هم میخوام از دوستان، هر دوستی که هر کدوم از دوستانی که با ما الان همکاری میکنن یا تمایل دارن، یک لیستی از، حالا من خودم سرچ کردم برای مقالطات، حالا من خودم دسترسی به کتاب مقالطات رو ندارم، خب یه لیستی از این مقالطه های مختلف که هستش، حالا چه انگلیسی چه فارسی اگر به نظرشون میرسه یه به دست من برسونن، چون تو فکر این هستیم که این بخش مقالطه ها رو به صورت صوتی در بیاریم، حالا در هم اینستاگرام، چون خیلی از دوستان آشنایی با مقالطه ها ندارن، یا مثلا آرمین چند تاش اومد تا چند تا برنامه بیان کردم بقیه موند، متوجه این چی عرض میکنم؟ بیایم اینو یه حالت یه برنامه آموزشی باشه، یه به دستمون برسونید، حالا دوستانی که حالا صداشون خوب هستش اینا، هرکس به هر شکلی اینو برنامهش بکنیم، یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، اصلا مدت زمانش هم مهم نیست، مهم مفهومه که بخوایم داخل یوتیوب بذاریم و مقالطات هم سعی کنیم به دیگران آموزش بدیم. عالی میشه. خیلی خوب. باش. چقدر فکر خوبی. خب ما بریم دیگه. من خیلی گرسنه‌ام. کسی دیگه؟ خب قاسم خوبی؟ همه چی خوبه؟ بریم. بسلام باشی. مرسی. ممنون. ممنون بابک. یادتون باشه که کانال بابک هم حتما چک بکنید. لینکش تو دیسکریپشن هست. صدای بابک رو دوست دارین، دکلمه‌هاش رو برین گوش بکنین، بسیار زیبا هست، حتما کانالش رو چک بکنین، لینکش زیر همین ویدیوها هست. ممنون از همه، ممنون از فعالیتاتون، ممنون از نیلوفر، بابک، قاسم، یاسر، افشین و بقیه، سامان، کرمیت، ریتویتر، سامان، سویلا، ممنون، فعلا ابلیس حافظ همه شما. بدرود.